آمین. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در رام الله با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات و گفتگو کرد. در پایان این گفتگو خانم موگرینی به خبرنگاران گفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحدان آن برای یافتن راهی به منظور آغاز گفتگوهای صلح تلاش خواهند کرد. The European commitment is for seeking a relaunch. تعهد اروپا به سرگیری گفتگوهاست. آغاز یک پروسه سیاسی به این منظور که ببینیم امکان آغاز گفتگوها برای جامعه بین‌المللی از اتحادیه اروپا و دوستان آمریکایی ما گرفته تا سازمان ملل متحد، روسیه و سایر شرکای کلیدی ما در دنیای عرب وجود دارد یا نه. To see if we can help the process to restart. صاحب عریقات با استفاده از این فرصت بار دیگر خواست فلسطینیان را مطرح کرد. ما امیدواریم دولت اسرائیل فعالیت‌های شهرک‌سازی را متوقف کند و به جای اشغال به تعهداتش پایبند بماند. به تعهداتشان در مورد توقف شهرک‌سازی و آزادی زندانیان عمل کنند. مذاکرات به منظور راه حل دو کشور مستقل را در پیش بگیرند. جایی که کشور فلسطین بتواند در کنار اسرائیل و در مرزهای تعیین شده در سال 1967 در صلح و امنیت زندگی کند. اتحادیه اروپا نیز از منتقدان شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن است. برخی از کشورهای اروپایی حتی خواستاران هستند که محصولاتی که در شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری تولید و به اروپا صادر می شود بر چسب محل تولید داشته باشد. قرار است خانم موگرینی پس از ملاقات با محمود عباس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کند. شپول عباسی، صدای آمریکا.